نظرتون در رابطه با جلسه امروز چیه؟ عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان و پایگاه معیار جلد. خسته نباشید، میگم خدمت شما جلسه بسیار خوبی بود و اینکه جناب آقای فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت حرف دوستان کنشگر فعال اجتماعی و شهروندان ایران شهر رو شنیدن. موضوع دوستانمون در بحث اخیر و گرانی های اخیر، صف بنزین، صف نان و مشکلاتی از جمله کمبود آب و همچنین انتقال آب از رودخانه دامن به شهرستان خاش بود که دوستان دغدغه‌های خودشون رو بیان کردن و آقای فرماندار در 3 ساعت جواب این دوستان رو دادن. امیدواریم قول‌های این که دوستان و خصوصا جناب فرماندار دادن در بحث این که نظارت‌هاشون دقیق‌تر بشه، مستمرتر بشه تا بتونیم شاهد این باشیم که مردم ما دیگه از نگرانی صف بنزین و صف نان و کمبود آب نجات پیدا کنن، قطعاً اتفاق خواهد افتاد و ما انتظارمون این است که مسئولین محترم مثل آقای فرماندار جوابگوی دوستان کنشگر فعالین اجتماعی فعالین رسانی و شهروندان باشند. قطعا اونا رو دوست خودشون بودن و انتقاد سازنده و انتقادی که بتواند راه گشا باشد میتواند در جامعه تاثیر خودش رو داشته باشد. ممنون از شما. عرض سلام و درود خدمت شما که در جلسه ما حضور یافتید و درد و دل و دغدغه ها و چالش ها و مشکلات شهری که توسط شهروندان در واقع بیان شد را شنیدید و انشالله ما امیدواریم که این مشکلات در رسانه ها به عنوان خبرنگار شما اینا را انعکاس بدید، به گوش مسئولان ما رساندیم، انشالله به گوش مسئولان بالادستی هم برسد. آنچه که ما بیان کردیم درد جامعه ما بود، واقعا مشکلاتی بود که شبانه روز مردم با اونا دست و پنجه نرم می کنن. جناب آقای فرماندار به عنوان در واقع مسئول ارشد شهر و مسئولانی که در جلسه حضور یافتن مشکلات رو شنیدن، ما انتظار داریم که مشکلات رو برطرف کنن. فقط صرف جلسه گرفتن و صحبت کردن و بلند شدن و رفتن نباشه. سالهای سال ما این جلسات رو گرفتیم، مسئولان جمع شدن، این دغدغه ها رو شنیدن، اما دریغ از عمل. آن چیزی که حلقه مفقوده‌ای که در واقع ما مشاهده میکنیم عمله. ما انتظار داریم وقتی مشکلی دردی به مسئول مربوطه اعلام میشه براش چاره پیدا کنن، براش راهکاری پیدا کنن و بتوانن اونو در واقع تدبیرش کنن، اونو حل کنن، نه اینکه هر روز ما داد بزنیم مسئول بگه چشم اما فردا باز همان آش و همان کاسه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب خدمت شما، خدمت فرماندار عزیز و دوستان عزیز و رؤسایی که اینجا به قول ما تشریف آوردن و جوابگوی ما حداقل بودن. دغدغه های شهر ما را الان نیست، مال به قول ما چندین سال قبله، ولی الان دیگه کارت به استخوان رسیده. این که صف نان باشه، صف بنزین باشه، صف روغن باشه، اینا همه دغدغه هایی هستند که مال روزمره است. بالاخره یکی باید جوابگوی ما باشه یا نه؟ وقتی آب نیست چطور فرد نمازش رو بخونه؟ وقتی برق نیست چطور به قول ما یک فرد مریض آسایش آرامش داشته باشه؟ ما اینا رو اومدیم صحبت کردیم، امیدواریم که انشالله این جلسه یک نتیجه خوبی داشته باشه، یک عملکرد درست حسابی داشته باشه که در زندگی مردم احساس بشه. و غیر از این ما دیگه خواسته ای نداریم. اگر آب، نان، برق اینا تهیه بشه، اگر بنزین ما به قول ما اینقدر صف طولانی نداشته باشه، ما بیکار نیستیم که هم بیایم اینجا وقت رؤسا رو بگیریم، هم وقت فرماندار رو بگیریم. ترافیک به یک نه، بنزین به یک نه، برق به یک نه، اینا همه مشکلات که هم شما میدونید، هم ما میدونیم، هم رؤسا میدونن. ولی حقیقتاً چی بگیم، یک اقدام جدی و عملی در رفع اینا ما نمیدیدیم. حالا امیدواریم که انشالله از فردا این اقدام عملی رو ببینیم و اثرش رو هم در زندگی مردم احساس بکنیم. در خدمت شما هستیم.